بفرمایید. احتیاجی نیست. قبل از شما یه آقایی تمام مخارج بیمارستان رو تصفیه کرده. کدوم آقا؟ همون آقایی که گفت از شما پول نگیرم. اتفاقا تلفنش هم داده اینهاش. آقای افشین صابری. افشین؟ بله، گفت که خودش میاد و پول نقد میاره و چکشو پس میگیره. ببخشید ریحان خانم، این آقای صابری با شما آشنا هست؟ بله، از دوستان هستن. نه آقا، احتیاجی نیست. لطفا تماس بگیریم باشون، بگیم بیان چکشون پس بگیرم، من خودم حساب میکنم. ممکنه ناراحت بشه؟ نه، شما نگران نباشید. اجازه می‌فرمایید؟ خواهش می‌کنم.
متشکرم. مامان درا بازه، در زیر زمینم که بازه. قفله هم باید شکسته. فرشا مادر، همه فرشا رو بردن. قالیچه یادگار پدرم. Thank you.
ببخشید خانم، هرچند که با آقاتونم صحبت کردم، ولی فکر میکنم بهتره شما هم توضیحاتی بدین و اگه مطلب مهمی به نظرتون میرسه بگین. چی بگم؟ نمیدونم، مثلا اینکه به کسی هم مظنون هستید یا نه. به کسی؟ نمیدونم. مثلا کسی که با شما دشمنی داشته باشه یا خصومتی داشته باشه، مثل دوست، فامیل، آشنا، یا کسی که ممکنه با شما حساب مالی داشته باشه. خیلی عذر میخوام جناب سروان، منظورتون اینه که دوست خونگی بوده؟ تردید نکنید، چون همه چیز رو خوب میدونسته، از نبودن شما توی خونه تا جای دقیق فرشا رو، حتی دست به هیچ چیز دیگه ای نزده، یه راست رفته سراغ زیر زمین. تمام شواهد حاکی بر اینه که سرقت داخلی بوده. اصلا غیر ممکنه جناب سروان، غیر ممکنه. ما تو آشنامون همچی کسی نداریم. راست میگه جناب سروان، فامیلو که اصلا حرفشو نزنید، میمونه همسایا که دست کم 30 سال همدیگه رو میشناسی. اشتباه نکنید، ممکنه یکی از همین آدمایی باشه که اصلا توقعشو ندارید. مثلا کی؟ اجازه بدید ببخشین جناب سروان، همجوری که بچه‌ها میگن الحمدلله ما آدم نامعقولی دور بر اون نیست، همچین کسی رو هم نمیشناسید. ولی من میشناسم. منظور چی آج خانم؟ منصور. منصور؟ هیچ کس به جز او نمیتونست این کارو بکنه. نه نه نه، غیر ممکنه مادر، چی داری میگی؟ این چه حرفیه مامان؟ شما اصلا میدونی داری چی میگی؟ یعنی منصور، شوهر من، داماد خودت، دزده؟ نه 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 جناب سرم، چی داری میگی مادر؟ شما هر چی بگی من میپذیرم، الا دزد بودن منصور. تو که همین چی رو میپذیری؟ اینم قبول کن که اون آدم غیر قابل پیشبینیه. شما از اولش هم از منصور بدت میومد، ولی مامان، این درست نیست تا پای شوهر منو وسط بکشی. این آقایی که صحبتشو میکنید کیه؟ با شما مشکلی داره؟ بله. منظورتون اون چکه؟ یعنی شما فکر میکنید منصور به خاطر جور کردن پول اون چک اومده فرشای شما رو دزدیده؟ یعنی واقعا شما یه همچین تصوری از منصور دارین؟ آقا جون، شما یه چیزی بگین. من چی میتونم بگم بابا؟ فقط دعا میکنم که اشتباه کرده باشی. معلومه که اشتباه میکنین. من شوهرمو خوب میشناسم. درسته که منظور روش و تجارت نداره، ولی دلیل نمیشه که اون دزده. بابا، این همه آدم توی مملکت ورشکست میشن، همشون میرن دزدی. نه، من نمیذارم در مورد منظور اینجوری حرف بزنین. آروم باش دخترم، آروم باش، این حرفا فقط احتمال. شما حتی نباید اون احتمال فکرم بکنید. منظور یه لات ولگرد نیست، منظور تحصیل کرده است. چرا متوجه نیستین؟ بس کن زهره. تا کی بس کنم؟ تا کی میخوای شما فکر کنید که هر چی میگید درسته و همه باید بیچون و چرا حرفتون رو قبول کنن؟ بالاخره شما باید بفهمید که میتونید اشتباه کنید. مامان، آقا جون، اون مرد شوهر منه، پدر بچه‌مه. هیچ میفهمید اگه ثابت بشه که اون این کارو نکرده چجوری میخواین تو صورتش نگاه کنین؟ وای خدای من، خدا منو مرگ بده که این چیزا رو نشنوم. این آقا رو کجا میشه پیدا کرد؟ یادداشت بفرمی. میدونی چی داری میگی مادر؟ فارسی کنار، لطفاً آدرسشو بفرمایید تا پیگیری لازم و اقدام لازم انجام بدید. بله، یاد داشت بفرمایید. بفرمایید. خیلی وقت اینجا نیومدم. ببین چقدر اینجا به هم ریخته شده. پس این شکلیه.
خیلی خونه قشنگ و دلبازیه. از وقتی عزیز رفت دوستام خیلی سعی کردم منو ببرم پیش خودشون، ولی اونجا نمیتونستم طاقت بیارم. همیشه یه جوری بوی عزیز منو میکشوند اینجا. هنوزم خیلی وقتا دلم هوای اونو میکنه. بارها تا پشت در این خونه اومدم، اما هیچ وقت نتونستم توی خونه رو ببینم. حتی اون شب بارونی که اومدم قالیچه رو بدم به عزیز، توی این سالا همیشه مثل سایه دورادور مراقبت بودم. میدیدمت که داری میری دانشگاه یا سر کار. اگه بدونی چقدر دلم میخواست بیام توی این خونه، دلم میخواست بدونم دخترم چه جور جایی داره زندگی میکنه. هی چه میدونستم یه روزی تو خودت منو با خودت میاری اینجا. عجب روزگاریه. آخ بله. آقای منصور صارمی؟ شما؟ پلیس، لطفاً تشریف بیارین دم در. پلیس؟ بله، باید همراه ما بیاین. باشه، الان میام خدمتتون. سلام. سلام، آقای صارمی؟ بله، خودم هستم. لطفاً بریم کلانتری برای ادای سری توضیحات. برای چی؟ بفرمایید سوار شید، اونجا مشخص میشه. میدونی پروانه، به نظر من تو دیگه باید استراحت کنی. اون کارگاه فرش، اون چی؟ اون به درد تو نمیخوره. با اون فضای عجیب غریب، با اون خفه و دلگیر و چه درد میخوره؟ ولی کن بابا، فراموشش کن. ولی من اگه تو خونه بمونم دیوونه میشم. نگران نباش، من نمیذارم این اتفاق بیفته. میدونی من رفتم تو فکر یه کار درست حسابی، تصمیم گرفتم یه شرکت بزنم، میارمت پیش خودم. شرکت؟ بله شرکت. چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ بابا کار شرافتمندانه است. قسم میخورم اون روزا رفت دیگه، تموم شد، تکرار نمیشه. میدونی
از اون ماجراها به بعد من دیگه زندگی جدیدی رو شروع کردم. کاملا جدید. اصلا یه آدم دیگه شدم. حتی اسمم هم تغییر دادم. از این پس بنده افشینم. افشین صابری. شما میتونی افشین صدام کنی. افشین؟ الو سلام. بله. ببخشید خانم، من میتونم با افشین خان صحبت کنم؟ تشریف دارن؟ بله شما؟ من شریفی هستم. بفرمایید. ریحانه. گوشی خدمتتون. بابک جان تلفن. با تو کار دارم. کیه؟ یه خانومه. خانوم؟ اسمش ریحانه است. بفرمایید. خواهش میکنم. الو سلام، ببخشید من مزاحمتون شدم. حال شما؟ مادر چطورن؟ خوبن، خیلی ممنون. امروز مرخص شدن. واقعا؟ دیگه باید تو خونه استراحت کنم. خب چرا منو خبر نکردی؟ راستش به خاطر همین مزاحمتون شدم. از اینکه به حسابداری بیمارستان سفارش کرده بودین که موقع مرخص شدن خبرتون کنن خیلی ممنونم. مثل اینکه شما به غافلگیر کردن من عادت دارین. اختیار دارین. خواهش میکنم. همین که صحیح و سالم مرخص شدن باعث خوشحالی منه. کیه این؟ چی میگه؟ ببخشید من مثل اینکه بعد موقع مزاحم شدم. نه خیر، خواهش میکنم، به هیچ وجه. خواهرم و بچه‌هاش از شهرستان اومدن. اینه که سر صدای اونا بود. دلم میخواد اگر فرصتی باشه باشون آشنا بشین. فکر میکنم نقاط مشترک زیادی داریم. بله حتما، خیلی هم خوشحال میشم. ازشون عذرخواهی کنی، من نشناختمشون. خداحافظ شما. خدا نگهدار. ساعتش هم یادتونه؟ تقریبا 3:30 تا 6:07 عصر پیش من بود.
شما مطمئنی؟ بله جناب سروان، اتفاقا کلی هم با هم جر رو بس کردیم که آخرش به هیچ نتیجه گذاشت و رفت. گفتید ایشون شریکتون هستن؟ خیر قربان، ایشون یه مبلغی به من بدهکارم. اون روزم برای پرداخت بدهیشون مهلت خواستن، چون من زیر فشارم به توافق نرسیدیم. یعنی در حال حاضر شما از ایشون طلبکارید؟ بله، اینطور پیش بره به زودی ازش شکایتم میکنم. خانواده خانومشم در جریانم. عشق کردی نه؟ طرف وقتی فهمیدی من ازت شاکیم، اما شهادت میدم که پیش من بودی کم آورد. خیلی ممنون، واقعا نجاتم دادی. حال کردی نه؟ افشینه، خیلی وقت پای خطه. سلام. شنیدم پویان یه راهی بهت نشون دادی که همه مشکلات حل شده، درسته؟ درسته، ظاهرا همه چیز به خیر گذشت. خیلی خوب، شکر. پس همه چی مرتبه، تو هم با خیال راحت برو بگی بخواب. باشه حتما، شب بخیر. شب بخیر. برسونمت. میخوام قدم بزنم، هنوز شوکه‌ام. پس من میرم، تو هم قدم تو بزن. خداحافظ. صادق خان. بله؟ چک من چی میشه؟ چک زنمو کی بهم پس میده؟ عجله نکن، اگه همین فردا چک ببری پیش مادر زنت که میفهمه کاسه زیر نیم کاسه بوده. همه چی رو بسپار به من، خودم به موقعش درستش میکنم. قدم تو بزن جانم. صبح بخیر، بیدار شدی؟ چی کار داری میکنی؟ هیچی، داشتم یکم اینجا رو آب میدادم. آخه تا وقتی عزیز زنده بود، این باغچه بدون آب نمیموند. الان صبحونتون رو میارم، اینجا میخورین یا تو اتاق؟ فرقی نمیکنه، هر جور که راحتی. اما فکر میکنم اینجا بهتر باشه. باورم نمیشه من و تو توی یه خونه سر یه سفره
این خوابه، این خواب. باور کردنش برای منم سخته. هنوزم از من دلخوری؟ دیگه نه. ولی باید باشی. من اگه جای تو بودم از این همچین مادری متنفر می شدم. ولی من کنار عزیز بزرگ شدم. عزیز هیچ وقت از هیچ کس متنفر نبود. اون همه چیز رو به من یاد داد جز تنفر. خدا رحمتش کنه. خیلی زن بزرگواری بود. خیلی. نمیدونم، شاید اگه پیش من بزرگ میشدی اینقدر خوب و مهربون نبودی. حالا باید چیکار کنیم؟ نمیدونم. وقتی داشتم از بیمارستان مرخص میشدم همش تصورم این بود که برخورد تو چی میخواد باشه، میخوای چیکار بکنی. حالا راستشو بگو، واقعا تصورت این بود که از مادرت داری پرستاری میکنی یا نه فقط یه حس ترحم؟ هر کس دیگه میتونست جای من باشه. راستش نمیدونم چی بگم. باید اعتراف کنم که چند بار تصمیم گرفتم بذارم و برم، اما هر دفعه یه حس غریبی مانع کارم میشد. نمیدونم، آخه میدونین قبل از اون به جز عزیز به هیچ کس دیگه یه همچین حسی نداشتم. تصمیم با خودتوه. من حق انتخابو به تو میدم. توی همه این سالا هر موقع به این لحظه فکر میکردم، حتی بارها شده بود خواب همین لحظه رو میدیدم، خواب این لحظه رو میدیدم که وقتی تو میخوای تصمیم بگیری آیا من توی زندگی باشم یا نباشم، ترس این که منو از خودت برونی نپذیری دیوونم میکرد. سخت ریحانه، خیلی سختتر از اونی که فکرشو میکردم. حالا تو بگو باشم یا نه. من نمیدونم چی بگم، ولی حالا که هستین فقط یه آرزو تو زندگی برام مونده که صدام کنیم مادر. همین. سخته، خیلی سخته. اونقدر منتظر میمونم تا باورم کنی دختر. داری چی کار میکنی؟ وسایلمو جمع میکنم که برم. کجا؟ سر خونه زندگیم. میخوای بری پیش منصور؟ اشکالی داره؟ من از اولش هم با منصور مشکلی نداشتم. مامان، منصور شوهر منه. وظیفه منه که الان تو این شرایط سخت کنارش باشم. از طرف دیگه اصلا دلم نمیخواد فکر کنه که تو این تهمتی که شماها بهش زدین منم باهاتون هم‌عقیدم. خدافظ. معلوم اینجا چه خبره؟ این چشه؟ کجا داره میره؟ محمود ولش کن بذار بره. آخه اینجوری که نمیشه.
یا الله. قبول باشه عرش خانم، من از رضای خدا یکی هم به ما بگی تو این خونه چه خبره. زهره رفت خونش، بچه هم حق داشت، من به اون جوان تهمت زدم، خدا منو ببخشه. محمود، یعنی من تو زندگیم خیلی اشتباه کردم؟ منظور داسیه هست، بل کن تو با. نمیدونم، شایدم به خاطر اون فرش هست، فرش های یادگار آقا جونم که 30 سال عین چشمام نگرشون داشتم. امانت بودن. ولش کن، بهش فکر نکن، ایشالله ختم به خیر میشه. این منصورم بچه بدی نیست، امیدوارم به دل نگیره، درست میشه. خدا میدونه اون فرشو الان کجاست. فکر نمی کردم به این آسونی باشه. آره، ولی باید هرچه زودتر اینا رو رد کنیم. ردیفه، شب که بیای یه دونش هم اینجا نیست، همه شونو پول کردم. خوبه؟ میدونی یاد چی افتادم؟ نه، یاد چی؟ یاد اون شبی که قالیچه هر آوردی خونه من، یادته؟ آره، چطور مگه؟ یادته بهت گفتم اون قالیچه وقتی ارزش داره که جفتش هم باشه. حالا که جفتش رو پیدا کردیم، خودش نیست. عیبی نداره، عوضش اینا رو داریم. ازم نمیخواد قصتشو بخوری. اون یکیشم دست خودمه، تو چنگمه. کافیه اراده کنم تا ریحانه بیارتش. موسیقی